با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. نخستین مجوز استخراج رمز ارز کشور در آذربایجان غربی صادر شد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی اعلام کرد نخستین مجوز استخراج رمز ارز کشور در این استان صادر شده است و به زودی از آن بهره برداری خواهد شد. غلامرضا بابایی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی با آماده سازی زمینه صدور مجوزهای صنعتی رمز ارزها، خدمات تخصصی و کارشناسی نیز در این زمینه به متقاضیان ارائه کرده است. به گفت سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته شده برای این طرح 170 هزار یورو معادل 25 میلیارد ریال بوده و قرار است این طرح در یکی از شهرک‌های صنعتی استان راه اندازی شود. بابایی گفته که با توجه به اهمیت رمزارزهای دیجیتالی در دنیا و سوق فضایی کسب و کار در فضای مجازی، به این سمت صدور مجوز استخراج رمزارز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. به گفته او استقبال جهانی از این نوع رمزارزها باعث شده که ایران نیز آنها را مورد اقبال خود قرار دهد. و گفت امیدوارم با همراهی بخش خصوصی مجوزهای دیگری در این بخش صادر شود. مدیر عامل سایپا گفت تولید یک مدل پراید زودتر از موعد متوقف شد. ساعتی پیش و در مراسم تامین قطعات تولید خودروی راهام، مدیر عامل سایپا در خبری جالب توجه از توقف تولید پراید 132 از هفته گذشته خبر داد. البته برخلاف سایپا در ایران خودرو هنوز خبری در مورد توقف تولید پژو 405 شنیده نمی‌شود. به گفته سلیمانی هفته گذشته و 10 روز زودتر از وعده داده شده تولید خودروی پراید 132 متوقف شد و مطابق برنامه اعلام شده خودروهای پراید 111 و پراید 131 هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته می شوند. این در حالی است که بر اساس یکی از بندهای قانون خودروهایی با بیش از 10 سال نباید در کشور تولید شوند. اما اگر قرار بر اجرای دقیق این قانون باشد، نه تنها پراید و 405 بلکه سمند، پرشیا یا همان پژو پارس، پژو 206 و بزودی در 90 نیز باید از خطوط تولید خارج شوند. اوبر از کولومبیا اخراج شد. یک روز دیگر و باز هم خبر اخراج اوبر از یک کشور جدید. اخباری که در چند سال گذشته به شنیدن آن عادت کردیم. در جدیدترین روند اخراج یا تعلیق فعالیت‌های اوبر، دولت کولومبیا این کمپانی تاکسی آنلاین را به کل از کشور خود اخراج کرد. بر اساس رأی دادگاه کولومبیا، شرکت اوبر به دلیل تخطی از قوانین حمل و نقل در این کشور باید تا تاریخ 12 بهمن به تمامی فعالیت‌های خود در این کشور پایان دهد. با این حال اوبر می‌خواهد درخواست فرجام خواهی خود را تسلیم دادگاه کند، زیرا از نظر این کمپانی رأی صادر شده خودسرانه بوده و معاهده حفاظت از منافع شرکت‌های تابع آمریکا در قوانین تجارت آزاد را زیر پا می‌گذارد. در هر صورت اخراج اوبر باعث می‌شود 88 هزار راننده بیکار و 2 میلیون کاربر سردرگم شوند یا به گزینه‌های دیگری روی بیاورند. با این حال رأی دادگاه به این دلیل صادر شده که دولت کشور عقیده دارد اوبر سعی داشته با ترغیب کاربران استفاده از تاکسی های رسمی این کشور را به حداقل برساند. در مورد دیگر دادگاه باور دارد که اوبر حمل و نقل عمومی بدون مجوز را در این کشور تبلیغ می‌کرده است. این اولین بار نیست که این کمپانی از یک کشور اخراج می‌شود. چندی پیش کمپانی تاکسی آنلاین از آلمان اخراج شد. یا در اقدام دیگر دولت ایتالیا موقتاً فعالیت‌های این کمپانی را به حالت تعلیق درآورده است. البته به نظر می‌رسد این اولین بار است که این کمپانی از کشورهای قاره آمریکا اخراج می‌شود.